رشد میکروارگانیسم ها جلبک ها در برج های خنک کننده یکی از مشکلات عام برج های خنک کننده هست این میکروارگانیسم ها باعث کاهش تبادل آب و هوا میشن بین پکینگ هاتون میان تو کف تشتکتون جمع میشن در نازل هاتون باعث کیپ شدن نازل ها میشن و مشکلات بسیاری رو به وجود میارن و بعضی از اونها از کربن تغذیه کنند و شروع به خوردن آهن میکنن رشد میکنن بر روی تویوب شیت هاتون و مشکلات بسیاری رو براتون به وجود میارن همونطوری که تو این برج الان داریم میبینید پاشش آب در سرتاسر سر, تا سر تشتک برج به صورت یک نواخ انجام میشه اما تو این یکی برج همونطوری که میبینید تقریبا میشه گفت نصف پکینگ ها آبریزش خوبی نداره ازشون وقتی که به تشتک نگاه میکنید پاشش آب خوب نیست یکی دیگه از مشکلات برج های خنک کننده عدم توزیع مناسب آب توزی نشدن مناسب آب باعث رسوب گذاری زیاد باعث کاهش راندمان خونک کنندگی برج خونک کننده تون میشه و از اون طرف شما چیلرتون دچار راندمان پایینی میشه پس در بسیاری از موارد که تصور میکنی مشکل در چیلر وجود داره مشکل در جایی خارج از چیلر قرار داره در این برج خونک کننده مشکل از اسپرینگلر هد هستش که نمیتونه توضیح خوبی انجام بده و آب به تمام قسمت پکینگ ها نمیرسه که بعد از تنظیم اون این مشکل رفع شدش یکی دیگه از مشکلات برج خنک کننده رسوب گذاری در بین پکینگ هاست همونطوری که در این برج میبینید این رسوب گذاری باعث کاهش راندمان برج خنک کننده میشه و حتی در بعضی از موارد مشاهده می کنیم که عدم بکواش درست سختیگیر باعث میشه نمک وارد سیستمتون بشه این نمک بر روی پکینگ ها می نشینه و باعث کاهش تبادل حرارتی میشه و راندمان برج خنک کننده تون کاهش پیدا میکنه و نتیجه اون این میشه همینطوری که میبینید لوله های مسی ابزوربر چیلر جذبی رو دارید میبینید میزان رسوب رو, رو میبینید با این رسوب گذاری تبادل بین محلول لیتیوم برماید و آب برجتون نمیتونه انجام بشه و باعث کاهش راندبان چیلر میشه در بعضی از لوله ها همونطور که میبینید تکه هایی از پکینگ قرار داره استفاده از پکینگ های نامناسب با کیفیت پایین باعث خرد شدن این پکینگ ها میشه و این پکینگ ها میان در داخل لوله هاتون باعث میشن که آب نتونه از بین لوله های کندانسور یا ابزوربر عبور بکنه و باعث کاهش راندمان چیلرتون میشن همونطوری که میبینی تکه های پکینگ در لابلای لوله ها بسیار زیاد مشاهده میشه رسوب گذاری آب برج خنک کننده رو میشه از چندین راه کنترل کرد هم میشه مواد رسوب مناسب اضافه کرد به آب برج خونه کننده، هم استفاده از سختیگیر، انواع مختلف سختیگیر. البته نوع سختیگیری که استفاده میکنید بایستی متناسب با میزان سختی آبتون باشه. پس سختیگیرتون رو بر اساس میزان سختی آبتون انتخاب بکنید.